سلام مجدد و, و عرض تبریک به مناسبت زیباترین روز و با شکوه ترین روز روز ولادت حضرت بقیت الله ارواحنا و ارواح عالمین لطراب مقدم الفدا و خدمت شما هستیم با حضور جناب آقای حکیم رزوی قومی الله امروز هم بتوانیم توی مباحث طب اسلامی نظر شما رو جلب کنیم و رضایت رو به همراه بیاریم از دعا سلام علیکم از الله ایران سلام علیکم تبریک از میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز روز میلاد مبارک آقا حجت ابن الحسن مهدی روی برواه ناله الفدا رو با سبری ارز میکنم خدمت وجود مقدس خودشون که حی حاضر هستن و بله. انشالله روزی باشد که با خودشون انشالله جشن بگیریم این روز عزیزو خب اعوذ بالله من الشیطان من یه دارم. سوال بپرسم قبل از اینکه بحث بشین ما خب طب صادق طب آقا موسی بن جعفر طب الرضا زیاد داریم روایاتی که از این بزرگواران حالا از دیگر اهل بیت هم به ما رسیده است آیا در نا قضیه بحث طبی و پزشکی از وجود نازنین از توجت هم چیزی به ما رسیده یه کنید تا اونجایی که من تو ذهنم روایات خیلی زیادی از حضرت نیست در حوزه طبی از امام اسکری علیه السلام من تو ذهنم هست یک سرمه خاصی است که از ایشون حالا قطعا روایت دیگه هم هست ولی خب یه چیزی تو ذهنم ولی در مورد حضور مقدس امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف چیزی به ذهنم نمیرسه در این حوزه چون بیشتر توقیانس بوده و چیزهای خاص ولی خود وجود مبارک حضرت یکی از اثبات کننده های اینی و ظاهر مبانی طبه <تصفيق> <تصفيق> و اونم بحث حیات حضرته که خاطر از اگر باشه وقتی که ما وارد بحث مزاج ها شدیم و اصلا اومدیم ارکان رو شروع کردیم به گفتن گفتیم هر چیزی اگر ارکان با هم ترکیب بشن و مزاج رو تولید بکنن تو عالم بود میشه وقتی که یکی از اینها از بین بره اون چی دیگه نابود, از نابود میشه. میشه. اگر اینها به تعادل خودشون و در کنار هم باقی بمونن و هیچ کدوم اون دیگری رو اذیت نکنه و نابود نکنه کجا سوء مزاج و قلبه یعنی چیزی مزاجی بر مزاج دیگر خلطی بر خلط دیگر قالب نشه در کنار هم به تعادلی که بدن نیاز داره باقی بمونن اون شخص عبد و دهر میتونه زنده باشه رضا یکی از نشانه های علمی بحث تب خود همین حیات وجود مقدس امام زمانه که حضرت تا الان هستن و این نیاز از نظر ما و از تب نیاز به هیچ موجزه ای نداره که بگیم آقا مثلا حضرت با موجزه زنده نه یک چیز طبیعیه همینطوری که ما در تاریخ هم داریم بزرگان در کتاب هاشون نقل کردن و گفتن اشخاصی که 300 سال مثل سلمان 300 400 سال عمر کرده اشخاصی که مثلا 500 سال مثل حضرت نوح هزار خورده ای سال و خیلی از اشخاص دیگه که از معمرین بودن و سن زیاد داشتن لذا از تپ این چیزی که به ذهن من میرسه تو این روز عزیز میتونه همین باشه حالا بازم میشه بسیار خواستم یک تبرکی بشه بود. بود. به این بهانه وارد بحث همیشه خب قولی که داده بودیم در جلسه قبل که گفتیم وارد یک بحث جدید میخوایم بشیم اونم بحث کتاب تغذیه درمانی که خب خود کتاب در دسترس خود معلف نبود <applause> که بخوام کتاب بیارم خدمتتون. حالا انشاءالله جلسات بعد ببینیم تا چند جلسه بعد بتونم کتاب تهیه بکنم ولی خب مباحثی که قرار شد عرض بکنیم خدمت عزیزان در وادی تغذیه بود گفتیم اسلام به تغذیه ما اهمیت زیادی داده و خداوند تبارک و تعالی رو تغذیه خیلی حساسه و ما میبینیم که پنجمین سوره قرآن اسمش مائده است یعنی سفره قضا سفره است یعنی اینقدر برای اسلام و اهل بیت خداوند تبارک و خدا تعالی این چیزی که ما میخوایم بخوریم مهمه که حتی یکی از سوره های قرآن به این نام باید نامیده بشه ما خداوند تبارک و تعالی میبینیم قسم یاد میکنه به قضا و تینه و زیتون چیزی که خوراکیه و انسان باید بخوره خدا بهش قسم میخوره انقدر مورد اهمیت و روایاتی که اهل دلیل حسام نزدیک حالا با بررسی آیات قرآن نزدیک 250 آیه قرآن در مورد خوراکیاس و تعام که انسان چی بخوره چی نخوره و چطور بدن خودش رو سازگار بکنه با محیطی که هست از نظر اخلاقی اگر خاطر عزیزان باشه یکی از مباحثی که ما مطرح کردیم و گفتیم این که اخلاق و رفتار انسان و وجود انسان که بر پایه جسم و روحه جسم انسان کالبد روحه یعنی ظرف نگهدارنده روحه که حالا اساتید اخلاق میگن که خشت اولی که انسانو میخواست تو عالم ملکی بیاره جسم انسان بود چون روح انسان از جنس ملکوته روح انسان از جسم ملکوت اون چیزی که این روح رو میتونه تو این عالم نگه داره اون جسمه بله خب حالا اگر ما بخوایم یک روزی باعث تعالی این روح بشیم و بخوایم این روح رو به بالا مرتبه برسونیم باید از سکوی پرتاب جسم این بپره به هر حال هر غذایی یک ظرفی رو داره به تبع غذا هر چه ارزشمندتر سعی میکنن خانواده ها مثلا ظرف غذای خوبتری رو هم براش انتخاب میکنن الان برای فرمای شما همین هر چه جسم سلامتش بیشتر باشه اون روح باز بودنش و آلاین به 20 سیال بودنش مثلا بیشتر خواهد حالا در مورد این قضا الله چند تا روایت در پیش مقدمه ای که میخوایم وارد بحث بشیم الله در مورد صحبت میکنیم صدها روایت در مورد تغذیه داریم که انسان تغذیه سالم داشته باشه و اینکه گفتیم مهمترین نکاتی که از روایت اهل بیت میشه برداشت کرد اینکه چه غذا بخوریم چقدر غذا بخوریم و چه غذایی بخوریم این سه نکته نکته خیلی مهمیه که در قور در روایات اهل بیت و یک بازبینی در روایات اهل بیت میتونیم این ستا رو به دست بیاریم و ازش استفاده بکنیم اولین چیزی که خب اهل بید علیه السلام مخصوصا وجود مقدس پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه و خب روایتی دارن حضرت میفهمن المعدتو بیت کل دا معده انسان خانه همه بیماری هاست یعنی چی؟ خب این خیلی نکته مهمیه یعنی اگر من روزی روزگاری دوچار بیماری و آرزهی شدم علتش اون چیزیه که خوردم اشتباه خوردم مقدار زیاد یا کم خوردم جنسی که خوردم جنس خوبی درستی نبوده جنس غذایی که خوردم جنس خوبی نبوده مناسب مده و مناسب بدن من نبود لذا پیامبر میفهمد المعدت بیت کل دا از اون طرف در ادامه این رو باید از امیر المومنین علیه السلام هم هست در ادامه حضرت میفهمد و رأس کل دوا پرهیز سرامده تمام داروهاست اینی که بعضی از عزیزان تو درمانهاشون دنبال دارو میگردن حضرت آقا پرهیز کنید حتی مبتلا بش که بعد بخوای درمان بکنی حالا اصلا به قول شما اگر شخص پرهیز درست داشته باشه خودش میشه پیشگیری و اصلا دوچار بیماری نمیشه چون المیدت تو بیت کل دا خونه همه بیماری است وقتی که این خونه توش مواد تشکیل دهنده بیماری وجود نداشته باشه دیگه بیماری تولید نمیشه, نمیشه. مدید. حالا وقتی که تولید شد اصلا خود جسم انسان ببینی یکی از چیزهایی که بدن بنابر فطرت و غریزه خودش میاد اعمال میکنه چیه وقتی که شخص بیمار میشه دیگه میل و اشتها غذا نباره. نداره این اولی میبینی اصلا والحمیت و و, رأس و کل دو آقا شما پرهیز بکن این بهترین داروه نباره. همین که شخص غذا نمیخوره و همین که شخص بجز این که در حال بیماری غذا نمیخوره و موقع غذا خوردن به حجم غذای خودش نگاه میکنه و حجم غذای استاندارد مصرف کنه این خودش بهترین دارو در مورد حالا روایات اهل بیت علیهم السلام این یک دسته از روایاته که میاد به بحث خوردن غذا و اون چیزی که تو معده میره باعث بیماری میشه و اون چیزی که اگر شخص نخوره جلوگیری میکنه از بیماری بحث میکنه بعد اینکه ما گفتیم جسم انسان میخواد روح انسان رو به تعالی برسونه وقتی که این جسم به قول شما تغذیه مناسب نداشته باشه یا اون ظرف ظرف خوبی نباشه خوب به مشکل برمیخوره یکی از روایاتی که اینجا خیلی به ما میتونه کمک بکنه روایت وجود مقدس آقا عبدالله الحسین روز آشوراست که خب خیلی از عزیزانم بارها و بارها بالا منبر شنیدن ولی شاید خیلی بهش توجه نکرد. نکرد. خب حضرت داریم ما چندین بار اومدن به میدان برای اتمام حجت که خب میگفتن آقا ابا عبدالله یه بار می اومدن سلاح پیغمبر رو می وردن. یه بار قرآن می آوردن یه بار عبای پیغمبر یه بار اون مرکب پیغمبر رو سوار می شدن می اومدن می گفتن آقا من کیم من چه کارم من دارم از کی میگم قبول نمی آخرین بارهایی که حضرت بارده میدان شدن وزور مقدس ابو عبدالله فهمود کلکم آسن لعمری غیر مستمع شما همه نسبت به امر من اسیان میکنید یعنی امر من رو من گوش, گوش غیر مستمع اصلا صدا به گوشتون نمی, رسه. نمی رسه. ما اینجا وجود مقدس عبدالله دلیل میاره دلیل چیه فقط ملعط بتون من الحرام این شکماتون از حرام پر شده این چه رفتی به این داره خب های ورودی رو وقتی بتا... که حق رو قرار باشه که من چیزی رو به جان خودم بپذیرم و به اون چیز عمل بکنم نیازمند اینه که وجود من از حرام خالی باشه وقتی که جسم من حرام خورد این جسم سنگینیش اجازه تعالی روح من رو نمیده لذا این گوش کر میشه در مقابل حرف حق و الا اون کر نبود خمار سعد بهش میگفت برو میرف شمر بهش میگفت بزن میزد به هر مله میگفت بزن میزد و کار خودش میکرد میگفت بجنگید میجنگیدن ولی وقتی که به حرف ابو عبدالله میرسید از فهمود مولا اتبوتون من من الحرام. من الحرام. و تو به علا قلوب کن و کن وای بر شما شما قفل به دل هاتون زده شده شما قصاوت قلب گرفتیم پس تأثیرات ورودیه تأثیرات ورودی پس یکی از چیزهایی که حالا ما در مورد صحبت میکنیم در مورد قضاهایی که باید نسبت بهش پرهیز کرد کدوم جنس قضا هست؟ قضاهایی که اصلا اسلام بهش گفته قضای حرام ذاتا توی پاک و یعنی شبه. یکی از مبانی تغذیه که خب متاسفانه توی طب های دیگه وجود نداره یعنی توی بقیه تب ها میگه آقا فلان چیز انقدر فسفر داره انقدر کلسیوم داره انقدر پروتین داره انقدر کالوری داره انقدر چربی. داره میکنم. این برات خوبه آره. اصلا براش مهم نیست اینی که داره میخوره مثلا صدفه صدفی که اسلام میگه حرام, حرام, حرام خوردنش یا حرام بودن جنسیش وقتی که میگه شما خرچنگ بخور خب خرچنگ میگه آقا خاصیت داره خرچنگ برات خیلی خوبه بخور اصلا حالت هم خوب میشه چند وقت یه بار مثلا فلان چیز فلان غذا رو بخور که حالا اس بهتره نجسه حرامه ولی خوبه برای, خوبه برای کلیات خوبه چند وقت یار بخوری سنگ کلیه نمیگیری کبدت هم سرد نمیشه نفهمید چی رو آره. و بدنت هم پاکسازی میشه ولی اسلام به شدت با اینا مقابله میکنه یعنی یکی از تفاوت که بین طب اسلامی و بقیه طب است هست حتی طب سنتی که قبلا هم یه اشاره بهش کردیم این ممنوعیات تغذیه است از اونجایی که به هر حال اسلام روی معنویات هم کار میکنه توی این مقوله هم چون آثار وضعی بار میشه باز نگاه معنوی رو توی همین اکل و شربی که ما فکر میکنیم و مثلا فقط به قول شما ویتامین و فسفر و این چیزا داشته باشه دیگه کفایت میکنه تو نگاه دیگران اسلام روی اینها دست میگذاره و اون بحث معنویات خود اون عکل رو هم در نظر میگه بله چون مینا میتونه مانع بشه حالا مانع چیه همین ج... تغذیه روح دیگه بله همین تغذیه حضرت میفهمد فکر نکن خودت داری میخوری تویی که داری از حرام ارتزاق میکنی حالا جنس اون مال حرامه یا نه جنس مال حرام نیست گوشت گوسفنده ولی مالی که باش داریم گوسفند رو مال حرام شد این کلا خوردن حرامه اون میشه نجاسات محرمات این هم میشه از حرام. مال حرام درست شد دلی. چون میگن آقا مال حرام خورده طرف مال دزی و میاد چی دوزیدی یه تیکه رون گوسفندی که زبه شهری شده تو قصابیه و اکل مال حرامه قسمت های دیگرش اوکیه ولی این احسن روش دسترسی به اون مشکل داشته پس بعضی از این موقع عزیزان این هم در نظر بگیرن پولی که دارن باش میخرند و دارن طرف اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا من میرم از بعضی که پول دارن و ظالمن میدوزم میان بفغر. میرم به فقرا میدم یه گناه کردم سوا فله و اشرا ده تا سواب کردم یکیش به اون یکیش در نه تاش میمونه حضرت چی فرمودن؟ حضرت فرمودن کاری که تو میکنی از ریشه باطل لذا سواب نداری گو آقا چرا انفاق کردم حضرت فرمون انفاق مال خودت نه مال غیر تو مال دوزی انفاق میکنی لذا این که طرف میگه آقا من مال حلال خوردم چی خوردم؟ گوشت گوسفندی که زب شده خوردم نه گوشت گوسفندی که شده خورده ای که از راه حلال هم. به دست اومده باشه نه دزدی کرده باشه یا پولی که باش خرید کردی پول دزدی باشه لذا تاثیر منفی اون هم وجود داره حالا یکی از تاثیرات منفیش امام صادق علیه السلام میفرما کسب الحرام یا و اون چیزی که از حرام به دست وردی و خورده شده چه اون جنسش حرام بوده چه نوع به دست وردنش حرام بوده این تو ذریت مبین و واضح و ظاهر میشه اون فرزندش چی شده؟ اهل گناه شده فرزند بی شده فرزند اهل دروغ و دقل و دوزی و و از این جور کارا شده بعد اون وقت میاد میگه که آقا من چه کردم که بچه‌م باید اینطور باشه این صد درصد نیست که الان هر کی بگه آقا بچه فلانی بده پس باباش دوزه نه کلی موقع کسی همچین قطعاً نکنه هزاران دلیل میشه ولی این یکی از دلیل ها میتونه مالی که من بردم توی زندگیم و به فرزندانم دادم میتونه این مال باعث بشه که اخلاق و رفتار بچه های من بره به طرفی که اون طرف گناه باشه و حرام باشه لذا اون عالم وقتی که بچه‌ش بچهش سنگ زده توی کوزه همسایه گو به مادرش بگید چه کرده؟ گو من یه دونه نیشتر زدم به یه انا رو خوردم انا رو یه خورده آب انار رو من فقط چشیدم گم اناری که از مال غیر چشیدی سنگ شد خورد تو کوزه همسایه لذا اینها باید دقت بشه و بقیه آثارش هم فکر کنم دیگه فرصت نداشته بسیار عالی. ممنون از دقت نزد. خیلی متشکرم نکته بسیار مهمی است و حالا این از محسنات طب شیعی و اسلامی است که نسبت به حلال و حرام بودن و پاک و متحر بودن تینت خود غذا هم نگاه داره و انشاءالله بهترین ها رو قرار نصیب من و شما بکنیم ممنونم یه فاصله کوتاه تقدیم شما میکنیم برمیگردیم و دقایق پایانی بخش اول رو تا قبل از ازان مهمان شما خواهیم بود خدا را شاکریم و امیدواریم که تا اینجای برنامه رو پسندیده باشید وقتم خیلی کوتاه فقط یک جمله سعی کنید برای ظهور از جانتون مایه بگذارید دعا که اقل فعالیت های ماست التماس داد